بود و گزارشی که ایشون از وضعیت حقوق بشر در ایران دادن. من می‌خواستم اهمیت این گزارش رو از منظر شما بپرسم و همینطور مواضع کشورها رو تو این اجلاس چطور دیدین؟ عرض کنم حضورتون که قبل از هر چیز ابتدا به ساکن اجازه بدید من روی این نکته فقط یک مکس چند ثانیه‌ای بکنم. ببینید اوضاع حقوق بشر در ایران آنقدر وخیمه که براش دیدبان حقوق بشر گذاشته سازمان ملل متحد. بنابراین صرف نظر از اینکه مماشاتگران چی میگویند، بچه شاه و دار و دستش سپاه پاسداران رو میخوان آب توبه روی سرشون بریزن و به پاسدار خوب و پاسدار بد تبدیل بکنن، صرف نظر از اینکه سیاست کثیف مماشات تجارت نفت و خون میکنه، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مقاومت مردم ایران، مبارزات مردم ایران و در رأس آن مقاومت سازمان یافتشون موفق شده که یک نظارگر مستقیم سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر برای ایران تعیین بکنه. این یک. دوم، 70 قطعنامه بر علیه حکومت آخوندی در رابطه با نقض فجیع حقوق بشر تاکنون صادر شده. باور کنید بنده از در سایر جنبش های آزادی بخش در 100 سال گذشته چنین نمونه ای رو واقعا سراغ ندارم و این اون دیگه بنفشیه که حکومت آخوندی میکشه. جالبه در رابطه با همین 55 جلسه حقوق بشر که اشاره کردید، نماینده رژیم آخوندی اونجا اعتراض میکنه با آقای رحمان، جاوید رحمان، و میگه که شما این گزارشتون سیاسیه نمیدونم فلانه، که آقای جاوید رحمان جواب میده این گزارش من هیچ گزارش سیاسی نیست، من اسناد و مدارک بسیار بسیار مستدل و متقنی در دست دارم، آمار گرفتم، روی این کار بسیار دقیقی انجام دادم، چه از ناپدید کردن‌های اجباری، اعتراف‌های اجباری، 834 اعدام و افزایش 43% از اعدام‌ها نسبت به سال 2022، نمی‌دونم افزایش اعدام کودکان مجرم و تمامی اینا و مخصوصاً سرکوب شدید زنان رو روی میز می‌گذاره و به نماینده رژیم هم میگه ای کاش شما به من اجازه میدادی که من حداقل یک بار برای انجام ماموریتم به کشور شما سفر بکنم تا حرف شما ثابت بشه که واقعا شما حقوق بشر رو رعایت میکنی. اگه شما حقوق بشر رو رعایت میکنی چرا اجازه سفر به من رو نمیدی؟ چرا اجازه نمیدی من برای ادامه ماموریتم بیام و اونجا از نزدیک ببینم؟ آقای جاوید رحمان به مسئله بهداشت در زندانها، سرکوب شدید در زندان‌ها و حتی کمبود جا در زندان‌ها اشاره می‌کنه و بازداشت‌های خودسرانه و وسیعی از افرادی که فقط جرمشون اعتراض به وضع موجود بوده، هیچ خشونتی و هیچ چیزی در کار نبوده، از آن جمله به حداقل 8 نفر تا اونجایی که حکومت آخوندی خودش بهش اعتراف کرده، به اعدام 8 نفر از معترضین سال 1401 و هنوز در اسارت بودن هزاران نفر از این جوانان و از این معترضین زن و مرد در سیاه‌چال‌های حکومت آخوندی اشاره میکنه. و داشتیم گزارش بسیار بسیار مفصلی، وقت برنامه شما شاید واقعا اجازه نده، من حداقل 35 صفحه گزارش این 55مین اجلاس رو در اختیار دارم. فقط تنها چیزی که میتونم واقعا به دوستان و بینندگان توصیه بکنم اینه که حتما این گزارش رو بخونم، بسیار گزارشی جامع، دقیق و وسیعیه و واقعا میشه به عمق فاجعه وجود منحوس حکومت آخوندی در ارتباط با حقوق بشر و در ارتباط با مردم ستم دیده ایران واقعا گوشه بسیار کوچکیش رو میشه دید.